به نام خدا، تو این جلسه قصد داریم که در رابطه با جمع‌آوری دیتا، پردازش دیتا توی سیکیو صحبت کنیم و تمام اجزایی که در این دوتا پروسه نقش دارن رو باز کنیم و درباره شون توضیح بدیم. همونجور که مستحضرید، ما دو نوع تصویر برداری داریم، یکی پلنر ایمیجینگ و دیگری توموگرافی. توی پلنر ایمیجینگ ما توسط یک پروژکشن تصویرمون رو تهیه میکنیم، یعنی بیمار بین دیتکتور و تیوب میخوابه، یه اکسپوز انجام میشه و از این یه اکسپوز ما یه گرافی پلنر به دست بیاریم که حالا میتونه ساجیتال باشه یا کرونا، و میتونیم بگیم که این تکنیک یه شادو یا یک سایه از بدن به ما میده، دقیقا شبیه نور عمل میکنه. اگر یه آبجکتی رو در مقابل نور قرار بدید، این آبجکت از خودش سایه ایجاد میکنه. در بدن هم دقیقا همینه. اشعه با توجه که قدرت بیشتری داره، از بعضی از بافت‌های بدن عبور می‌کنه و از بعضی بافت‌ها عبور نمی‌کنه. پس تو این مورد ما می‌تونیم بگیم که اشعه از بافت نم عبور می‌کنه، در حالی که نمی‌تونه استخوان عبور کنه و ما یک سایه از اسکلت بدن رو می‌تونیم مشاهده بکنیم. ولی توی توموگرافی قضیه فرق می‌کنه. با توجه به اینکه دتکتور و تیوب دور بیمار می‌چرخن، ما میتونیم که تصاویر کراس سکشنال از بدن بیمار تهیه کنیم، یا تصاویر مقطع عرضی، و اگر این تصاویر رو که در یه حجم تهیه میشه در کنار هم بچینیم و کامپکتش کنیم، میتونیم تصویر 3D از اون حجم داشته باشیم. یعنی ما به هر جهتی این تصویر رو بچرخونیم، میتونیم تصویر رو مشاهده بکنیم، از تمام ابعاد این بافت رو مورد بررسی قرار بدیم. ما باید ببینیم که این توموگرافی از کجا به وجود اومد و چی شد که دستگاه سیتی اختراع شد. در درجه اول این تئوری برمیگرده به تئوری رادون. رادون یه سری فرمول‌های ریاضی رو اجرا کرد تا بتونه توی منظومه شمسی فاصله ستاره‌ها رو نسبت به هم بسنجه. بعد از اون کرمک اومد از همین معادله‌ها استفاده کرد، به اپتیمایزش کرد برای اینکه بخواد داخل بدن رو بسنجه، ببینه که آیا میشه با اون توی ایمیجینگ از اون استفاده کرد یا خیر. بود که خوشبختانه موفق شد و هانس وید با استفاده از همین معادلات ریاضی دستگاه سیتی رو برای بار اول ساخت. در شیوه عملکرد اون اینچنین بود که دتکتور و تیوب به دور بیمار شروع به چرخش میکردن و در هر زاویه یه پروژکشن انجام میشد، یه اکسپوز انجام میشد، دیتا ها توسط دتکتور جمع‌آوری میشد و از مجموع این دیتا ها توی زوایای مختلف در نهایت یه سینوگرام به ما میداد که از تبدیل اون و تبدیل فوریه اون ما میتونستیم به ایمیج مورد نظر برسیم. خب پس به این منوال بود که تیوب و دتکتور شروع میکرد به چرخش اطراف بیمار و اکسپوز انجام میشد. پس این اکسپوز توی دایرکشن های مختلف انجام می شد. برای مثال ما توی گنتری که تیوب و دتکتور 360 درجه چرخش داره، در طول این 360 درجه می تونه اکسپوز داشته باشه، حالا می تونه توی هر یک درجه باشه یا کمتر. الان سیتی های امروزی ما 1000 تا پروجکشن داریم، یعنی هر یک سوم درجه ما یه اکسپوز داریم. پس به نوبه خودش در هر یک سوم درجه یک پروجکشن ما می تونیم به دست بیاریم. افزایش این دیتا گدرین یا افزایش این پروژکشن ها باعث میشه کیفیت تصویر ما بهتر بشه، یعنی ما دیتا بیشتر داریم و به نوبه خودش باعث میشه که ما نویز کمتری داشته باشیم و اطلاعات بیشتری رو بتونیم از تصویر خودمون بگیریم. پس در نهایت اگر توی صفر درجه من یه اکسپوز انجام بدم، دتکتورهایی که در مقابل اون قرار دارن دیتا ها رو جمع میکنن. پس اگر این تصویر سینوگرام من باشه، ردیف افقی من تعداد دتکتورها رو نشون میده که در مقابل تیوب قرار داره و ردیف عمودی من زوایایی نشون میده که در هر زاویه من پروجکشن انجام دادم. برای مثال در زاویه صفر درجه دتکتورها دیتا جمع آوری کردن، تیوب شروع به چرخش کرده، در زاویه یک سوم درجه دوباره همین اکسپوز انجام شده، دیتا ها جمع شده و اومده در زیر ردیف اول قرار گرفته و همین کار تا آخر تکرار میشه.
و به علت اینکه پوزیشن لیژن یا نقطه مورد نظر ما یا آسیب مورد نظر ما به ازای هر چرخش تیوب دتکتور پوزیشنش فرق میکنه، این باعث میشه که ما یه نمودار سینوسی شکل داشته باشیم که در واقع گواه همون سینوگرام ما باشه. خب مرحله بعدی ریسام هست. این ریسام یعنی چی؟ ما گفتیم که وقتی که بیمار بین تیوب و دتکتور قرار میگیره، تیوب در صفر درجه اکسپوز انجام میده. خب دتکتورهایی که روبروی تیوب قرار داره شروع به جمع‌آوری دیتا میکنه. پس اشعه‌ای که از تیوب خارج شده و به دتکتور رسیده، یه لاینی رو برای خودش طی میکنه. اشعه از تیوب خارج شده و به دتکتور رسیده، یه لاینی رو برای خودش طی میکنه که ما به این لاین لاین اینتگرال یا ریسام میگیم، که در واقع همون شدت اشعه‌ای که از بدن بیمار رد شده و به دتکتور رسیده رو محاسبه میکنه، که میتونه از طریق همین فرمول به دست بیاریم: آی مساوی آی صفر ضرب در ای در واقع انتگرال میو ایکس، که انتگرال میشه مجموع ضریب تضریب و ایکس هایی است که تو این مسیر قرار داره. پس ریسام یا لاین اینتگرال همون شدت اشعه ای رو به ما میده که از بدن بیمار عبور میکنه و توسط دتکتور جذب میشه. پس با توجه به توضیحات قبلی، تیوب و دتکتور در زاویه 360 درجه شروع به چرخش میکنن و به طور مداوم تیوب شروع به اکسپوز میکنه. هیچ وقفه بین اون وجود نداره. و اگر ما حدوداً به اینکه 1000 تا پروژکشن داریم، پس نیاز به یک دیوایسی داریم که دارای الکترونیک سیستم بسیار قوی باشه تا بتونه تو این حداقل زمانی که چرخش داره انجام میشه، دتکتور سریع دیتاها رو جمع‌آوری کنه، آنالیز کنه و ریشارژ بشه و آماده بشه برای دیتای بعدی. الان توی دستگاه‌هایی که در حال حاضر وجود داره، زمان چرخش گنتری هولهوش 0.3 تا نیم ثانیه هستش، یعنی زمان بسیار کمی هستش. پس در حد میلی ثانیه دتکتور زمان داره تا بین هر درجه ای همین که اکسپوز صورت میگیره سریع دیتا ها رو جمع‌آوری کنه و ریشارژ بشه و آماده بشه برای پروجکشن بعدی. پس اگر من یه ردیف دتکتور 800 تایی داشته باشم و 1000 تا پروجکشن داشته باشم به ازای یک روتیشن، در یک روتیشن 800,000 رو دیتای دارم که دتکتور باید توانایی رو داشته باشه که سریع اینا رو سریع اطلاعات رو جمع‌آوری بکنه، آنالیز بکنه و در نهایت یه تصویر از یک اسلایس بدن به من بده. خب الان میخوام بدونیم که دتکتورها چه کاری دقیقا انجام میدن. پس یک بیمار یا یک فانتومی میاد بین دتکتور و تیوب قرار میگیره، اکسپوز انجام میشه. بعد از این، بعد از اینکه اکسپوز انجام میشه، اشعه از بدن بیمار عبور میکنه، مقداری جذب میشه و مابقی که عبور میکنه توسط دتکتور دیتکت میشه. عملی که الان باید انجام بشه اینه که الان دتکتور یک طیفی از فوتون رو دریافت کرده که انرژی های مختلف داره. فقط جایی نیست که ما بگیم یه سینگل انرژی هستش، نه، توی طیف اشعه تشخیصی ما پلی انرژتیک رو داریم، تمام انرژی ها رو داریم. پس دتکتور باید تمام این انرژی ها رو جذب کنه و از تقسیم آی به آی صفر، که آی صفر ما همون اشعه طیف همون شدت اولیه و آی شدت بعد از فانتوم یا بیمار هستش، ما میتونیم انتگرال میو ایکس رو به دست بیاریم. پس اینجوری ما میتونیم به هر پیکسلی توی سینگرام یه ویتی بدیم، یه وزنی بدیم که اون همون انتگرال میو ایکس هستش. شاید اینجا براتون سوال بشه که خب آی صفر چجوری اندازه گیری میشه؟ آی صفر توسط همون دتکتور ها اندازه گیری میشه، نه در همون ابتدایی که از توی خارج میشه. ما یه ردیف دتکتور داریم که قسمتی از این دتکتورها توسط بیمار اشغال میشه، ولی قسمتی از دتکتورهای خارجی به عنوان دتکتورهای رفرنس در نظر گرفته میشه. یعنی هیچ گونه تماسی در واقع بین دتکتور رفرنس و تیوب هیچ گونه
شی، آبجکت یا بافتی از بدن بیمار وجود نداره. پس اینها مستقیما میان آی صفر رو اندازه میگیرن و آی هم که توسط دتکتورهایی که در زیر آبجکت یا بیمار قرار داره اندازه گیری میشه، از تقسیم آی به آی صفر من میتونم میو ایکس رو به دست بیارم. این دلیلیه که ما میتونیم بگیم که تصاویر سی تی ما کمی هستن، چون ما میتونیم آی صفر رو اندازه بگیریم، ولی در تصاویر رادیوگرافی چون ما آی صفر رو نمیتونیم اندازه بگیریم، تصاویر ما کیفی هستن. بیاین بیشتر در رابطه با عملکرد دتکتور و اینکه چجوری این تصویر ساخته میشه صحبت بکنیم. فرض کنید من یه فانتومی دارم که این فانتوم اومدم در مرکز بین تیوب و دتکتور قرار دادم. در زاویه صفر درجه من میخوام به این پرتو وارد بکنم. خب من اینو میدونم که این ناحیه هوا هستش و ضریب جذبش میشه صفر، ویتش کامل مشخص دارم و با توجه به حجم یا فضایی که توی پیکسل های دیگه اشغال شده، من یه ضریب جذب به اونا میدم. برای مثلا اینجا هم میشه صفر، تو این ناحیه یک بهش میدم و دو، و تو مرکز هم که ضریب جذب بیشتری رو داره 8 بهش داده میشه. الان در زاویه صفر درجه این فانتوم تحت پرتوگیری قرار بگیره. دتکتورهای من در این زیر قرار دارن. اگه من بگم 5 عدد دتکتور و در یک ردیف دارم، هر کدوم از اینها باید ضریب تضعیف مجموع رو به من بده. اگر ضریب تضعیف مجموع اینا 1، 2 و 1 میشه 4، پس یه 4 اینجا میذاره، مجموع ضریب تضعیف این ردیف میشه 10 و الی آخر. خب پس من 5 عدد دتکتور دارم که ضریب تضعیف مجموع این فانتوم به من داده. الان میخوام یه ماتریس داشته باشم که 5 در 5 باشه، مشابه همین فانتوم، و بیام این ضریب تضعیف هایی که توسط هر دتکتور در واقع دیتکت شده بین پیکسل های این ماتریس پخش بکنم. برای مثال این شده 4 دتکتور اول و زیرش 5 پیکسل قرار داره، 4 رو تقسیم بر 5 میکنم، هر کدوم میشه 8 دهم، این 10 تقسیم بر 5 میکنم، هر کدوم 2 و الی آخر. در مرحله بعد میام زاویه رو تغییر میدم، تو زاویه 90 درجه به فانتومم اکسپوز وارد میکنم. دتکتور الان اینجا قرار داره و باز هم میاد مجموع ضریب تضعیف هایی که جلو خودش قرار داره رو هر دتکتور ثبت میکنه. برای مثلا 4 اینا مجموعش میشه 10 و الی آخر. خب بازم من الان یه ماتریس 5 در 5 دارم پشت اون و میخوام این ردیف دتکتوری که هر کدومش یه ضریب تضعیفی رو به دست آورده بین اینا پخش بکنم. باز هم 4 تقسیم بر 5 میکنم، هر کدوم میشه 8 دهم و الی آخر. و در مجموع الان باید سامیشن این دو تا ماتریس رو به دست بیارم. سامیشن و مجموع این دو تا ماتریس رو به دست بیارم تا بتونم در نهایت شکلی که مورد نظر من رو در واقع توقع دارم که این شکل کامل شبیه فانتوم باشه به دست بیارم. خب اینا مجموعه با هم جمع میشه 8 تا 8 میشه 1.6 دهم و 8 دهم با 2 میشه 2.8 دهم و الی آخر. خب این برای دو تا دونه پروژکشن بود. حالا شما حساب کنید که من بخوام 1000 تا پروژکشن داشته باشم. پس 1000 تا هم ماتریس دارم و سامیشن اونها میتونه تصویر نهایی رو به من بده و توقع دارم که تصویر نهایی من تا اونجایی که امکان داره مشابه آبجکت من باشه، که با توجه به پروژکشن های مختلفی که داره انجام میشه این عمل اتفاق خواهد افتاد. پس بعد از اینکه اسکن انجام شد و دیتا ها جمع آوری شد، ما رو دیتا فایل رو داریم که همون سینوگرام میشه که شامل بسیاری نمودارهای سینوسیه. پس من یه آبجکت دارم، داخل این آبجکت رو دو تا دیگه فانتوم قرار دادیم و در زوایای مختلف تحت اکسپوز قرار گرفته. پس با توجه به که در هر زاویه پوزیشن این دو تا نسبت به تویو فرق میکنه، در آخر ما نمودارهای کروهای سینوسی شکل رو به دست میاریم که این همون سینوگرام هستش.
خب الان میخوام ببینیم که دیتا هایی که توسط دتکتور دریافت شده چجوری میتونه در آخر تبدیل بشه به ایمیج. یه چند تا مرحله هستش که تک تک باید رعایت بشه تا ما بتونیم در نهایت ایمیج رو به دست بیاریم. در مرحله اول raw data pre-processing باید انجام میشه. یعنی چی؟ اگر ما یه ردیف دتکتور داشته باشیم که این ردیف دتکتور شامل 1000 تا دتکتور باشه، کارای همه اونا شبیه هم نیستش. این کاملا منطقیه. یعنی نمیشه شما 1000 تا ردیف دتکتور داشته باشه کارای دقیقه حتی کارای همه اینا دقیقا یکسان باشه. پس ما الان نیاز داریم که این خطا رو در وهله اول درستش کنیم. پس میایم کارکشن کالیبریشن انجام میشیم. کالیبراسیون این دتکتورها. یعنی چی؟ ما میایم فرضاً یه فانتوم آبو میذاریم در محل اکسپوز، اکسپوز انجام میشه، توقع داریم که دتکتورها همه عدد صفر رو نشون بدن، خب نشون نمیدن. پس میایم یه ظریف خطایی در اینا اعمال میکنیم با توجه به اینکه بعضی از اونها بالاتر از صفر رو نشون دادن و بعضی از اونها کمتر. از طریق معادلات ریاضی میزان خطاهای هر دتکتور رو به دست میاریم و اون ظریف خطا رو درش اعمال میکنیم تا همه عدد صفر نشون بدن، که به این ما همون کالیبراسیون میگیم. مرحله بعد ریفورماتینگ انجام میشه. دیتا هایی که توسط دتکتور دریافت شده یه سیگنال آنالوگه. سیگنال آنالوگ کامپیوتر نمیتونه پردازش کنه، پس نیازه که این سیگنال های آنالوگ دیجیتایز بشه. پس آنالوگ تو دیجیتال کانورشن اجرا میشه اینجا. و ما اینجا یه ماتریس الان داریم که نیاز داریم که این سیگنال آنالوگ بیاد سمپلینگ روش انجام بشه، دیجیتایز بشه و بیاد توی این ماتریس بشینه. یه ماتریسی که حاوی شماره های 0 و 1 و با توجه به چیدمان این اعداد 0 و 1 ما میتونیم بفهمیم که سیگنال ما چقدر قدرت داشته و چقدر دامنه داشته برای خودش. برای اینکه ما بخوایم الان سمپلینگ رو انجام بدیم، ما باید اینو مد نظر قرار بدیم که سمپلینگ ما همیشه باید دو برابر حد اکثر فرکانس اون سیگنال باشه. خب پس اگر دو برابر حد اکثر فرکانس باشه، در آخر یه سیگنالی به ما میده که این سیگنالی که دیجیتایز شده، سمپلینگ شده، حدوداً شبیه همون سیگنال آنالوگ ما هستش. ولی اگر سمپلینگ یا نمونه برداری از سیگنال اولیه ما به حد کافی صورت نگیره، دیجیتایز که انجام میدیم و بعد بخوایم دوباره این سیگنال دیجیتال رو تبدیل به آنالوگ بکنیم، سیگنال ما حالت پله پله پیدا میکنه. دلیلش هم اینه که من در این مرحله سمپلینگ انجام دادم و یه گپی حدوداً به اندازه اینقدر افتاده و این نشون میده که لازمه بین این هم حتما یه سمپلینگ دیگه انجام بشه تا من بتونم هم دقیقا همینجور نموداری رو بتونم شبیه سازی بکنم. پس با توجه به دامنه سیگنال که این دامنه میزان ولتاژ رو به من نشون میده، من میام سمپلینگ انجام میدم، دیجیتایزش میکنم و این سمپلینگ و این سیگنال دیجیتالیز شده توقع دارم که شبیه همون سیگنال آنالوگ باشه. مرحله دوم الان دیجیتالیز شد سیگنال من و یه که همون انتگرال میو ایکس هستش با توجه به شدتی که داره به من میده. هر دتکتوری که این سیگنال رو به دست آورده میاد میذاره توی پیکسل مربوط به خودش. همون چه گفتیم اگر من اینو یه سینگرام فرض بکنم، ردیف اول پیکسل های من ردیف دتکتور های من رو داره تشکیل میده و ستون من در واقع زوایایی که ما داریم اکسپوز انجام میدیم و پروژکشن ها رو به دست میاریم داره نشون میده. پس این ردیف اول پروژکشن اول داره نشون میده. بعد از اینکه دیتا توسط دتکتور ها دریافت شد دیجیتایز میشه، هر کدوم از اینا یه عددی به ما میده که این عدد رو میایین تو پیکسل های مربوط به خودش میذاریم. یه درجه فرق میکنه یا همون یک سوم درجه فرق میکنه، دتکتورها دوباره سیگنال دریافت میکنن، سیگنال ها دوباره دیجیتایز میشه و برای هر دتکتور سیگنالی که به دست میاد میاد تو پیکسل مربوط به خودش جایگذاری میکنه و این عمل تو روتیشن کامل
تیوب ادامه پیدا میکنه. پس سینوگرام اولیه تهیه میشه که اعدادی که به ما میده از معادله آی مساوی آی صفر ضرب در ای بتوانه انتگرال منفی انتگرال میو ایکس به دست بیاد. الان ما نیاز داریم که میو رو از دل این معادله میو ایکس بکشیم بیرون که از طریق معادلات ریاضی به راحتی این کار قابل انجامه. پس میو رو میاد دل میو ایکس میکشم بیرون و این دفعه سینوگرامی که من دارم وزن هر پیکسلش بر وزن میو هستش. پس اینجا رو متوجه شدید که دیتا توسط دتکتور دریافت میشه. دتکتور ما یه ردیفی هستش که این ردیف هایی که بالا قرار داره در واقع ردیف دتکتور ما رو داره نشون میده. سیگنالی که دریافت میکنه یه سیگنال آنالوگه و نیاز داره که تبدیل بشه به سیگنال دیجیتال. پس تبدیل میشه به یه عدد. این عدد میاد توی پیکسل مربوط به خودش میشینه. یعنی اگر من ردیف دتکتورم کامل این بالا بذارم، پیکسل هایی که زیر قرار دارن میاد پیکسل مربوط به همون دتکتور میشه. پس عددی که دتکتور در این بالا داره میخونه میاد توی پیکسل مربوط به خودش میشینه، تغییر زاویه داده میشه، دوباره پروژکشن گرفته میشه، باز دتکتور این بالا قرار داره و عدد جدیدی که خونده میشه میاد توی پیکسل ردیف دوم قرار میگیره و این کار تا آخر تکرار میشه. خب وزن هر پیکسل انتگرال میو ایکس که خیلی ما نمیتونیم روش قضاوت کنیم، در واقع همون شکل کرمانند رو داره که در اینجا شما دارید میبینید. الان ما نیاز داریم که میو رو از دل این پیکسل ها بکشیم بیرون که با از طریق معادلات ریاضی این کار انجام میشه و میو از دل میو ایکس یا انتگرال میو ایکس کشیده میشه بیرون. و الان ما یک ماتریس جدیدی داریم که وزن هر پیکسلی بر وزن میو هست. الان وارد مرحله سوم میشیم، مرحله ای که سیتی ولیو ترانسفورمیشن اتفاق میفته، یا میتونیم بگیم مرحله ای که دیگه رو ایمیج به دست میاد. گفتیم که در مرحله اول ما میو ایکس به دست بیاریم، سینوگرام اولیه ما وزن هر پیکسلش بر اساس میو ایکس. ما نیاز داریم که میو رو از دل این معادله بکشیم بیرون چون ما باید بتونیم که ضریب تضعیف هر بافتی رو پیدا بکنیم. از طریق معادلات ریاضی این کار انجام میشه و بعد از ریکانستراکشن وزن هر پیکسل الان به صورت میو در میاد. پس گفتیم که توی ماتریس جدید ما وزن هر پیکسلی رو میتونیم بر اساس میو بیان بکنیم، ولی با توجه به اینکه ضریب تضعیف بافت‌های مختلف توی بدن تفاوت بسیار اندکی با هم داره، اگر ما دو تا پیکسل داشته باشیم که بخوایم بر اساس ضریب تضعیف میو با هم مقایسهشون بکنیم، تفاوت اونها بسیار جزئی میشه و نه تنها کامپیوتر، چشم ما هم قادر به بررسی این تفاوت بسیار جزئی نیست. پس بهتری کار اینه که ما بیایم این تفاوت حداقل رو مگنیفای کنیم یا بزرگنمایی کنیم تا بتونیم در قالب بزرگتر بهتر این تفاوت رو مشاهده بکنیم. ضرایب تضعیف میو تبدیل میشه به سیتی نامبر که از که بین منفی تا مثبت میتونه اعداد مختلف باشه، که منفی 1000 رو برای هوا در نظر میگیرن، 0 رو برای آب و مثبت 1000 یا 2000 رو برای استخوان در نظر میگیرن. برای اینکه بخوان سیتی نامبر رو به دست بیارن، ضریب تضعیف هر بافتی رو منهای ضریب تضعیف آب میکنه، تقسیم بر ضریب تضعیف آب ضرب در 1000. این دفعه عددی که ما به دست میاریم یه عدد روند و بسیار بزرگتر از میو هستش و ما میتونیم بهتر این تفاوت‌های جزئی که بین دو تا بافت مجاور قرار داره رو مقایسش بکنیم. نه تنها برای ما راحت، حتی کامپیوتر هم این دفعه بهتر میتونه عمل آلونیز رو انجام بده، چون میو یه عدده با 4 رقم احشار، شما حساب کنید دو تا عدد با 4 رقم احشار بخواید از هم کم کنید تفاوتش خیلی جزئی میشه، ولی همون میوی حداقل رو ما میتونید تبدیلش کنیم دو تا عدد روند و بزرگتر مثل 100 و 50. این دفعه ما راحت تر میتونیم تفاوت بین این دو تا عدد رو مورد بررسی قرار بدیم. پس گفتیم که هدف از دیتا پروسسینگ اینه که
دیتا ها توسط دتکتور گرفته بشه، لاین اینتگرال ها محاسبه بشه. لاین اینتگرال ها همون انتگرال میو ایکس هستش. بعد از اینکه انتگرال میو ایکس محاسبه شد، میو رو از دل این انتگرال میو ایکس میکشیم بیرون و سپس تبدیلش میکنیم به سی تی نامبر و در نهایت تبدیل میشه به ایمیجی که مورد نظر ما هستش. خب الان ما رو ایمیج داریم. پس در این مرحله من الان سی تی نامبر رو به دست آوردم. اینجا دیگه به این ماتریس گفته میشه رو ایمیج. وقتی که تصویر شما میگیری یه سری دیتای خام به شما میده، یه سری فایل به شما میده که اونو ما به عنوان فایل دایکام در نظر میگیریم، که فایل دایکام دقیقا همین ماتریس یا رو ایمیج هستش که اعداد اون بر اساس سی تی نامبر خطاب میشه. پس این فایل دایکام که همون دیجیتال ایمیج اند کامیونیکیشن این مدیسین هستش را ما میتونیم دقیقا از طریق پکس منتقل کنیم. پس مد نظرتون باشه، تصاویری که شما از طریق پکس انتقال میدید تصاویر واقعی نیست که شما دارید مشاهده میکنید روی مانیتور، در واقع رو ایمیج هستش، یه سری اعداد هستش که شما دارید منتقل میکنید و زمانی که این اعداد توسط پزشک میخواد دیده بشه همونجا توی مانیتور تبدیل میشه به گری اسکیل و تبدیل میشه به ایمیج و پزشک میتونه راحت اونو مشاهده بکنه. پس هدف از این که اومدن ضریب تضعیف یا میو رو تبدیل کردن به سی تی نامبر این بود که تفاوت‌های جزئی که بین دو تا میو، دو تا بافت نزدیک به هم قرار داره رو این تفاوت‌ها رو مگنیفایش بکنن، بزرگترش بکنن تا ما بتونیم بیشتر به چشم اونا رو مشاهده کنیم و حتی تو این زمان دیگه برای کامپیوترم راحت میشه، خیلی براش راحته که دو تا عدد مثل 1000 و 2000 رو نسبت به دو تا عدد اعشاری 4 رقم اعشار بیاد با هم مقایسه بکنه. پس علاوه بر اینکه برای ما راحت شده، برای کامپیوتر هم پردازش اون راحت تر شده. پس تا اینجا ما حدودا میتونیم بگیم که سه مرحله رو طی کردیم برای اینکه بتونیم به ایمیج نهاییمون برسیم. مرحله یک پری پروسسینگ بود که در درجه اول کارکشن صورت میگرفت یا کارکشن کالیبریشن انجام میشد که گفتیم دتکتورها همه یکسان عمل نمی کنن و نیاز داره که کالیبره بشن و یه ظریف خطایی درشن اعمال بشه تا همه یه اعداد یکسانی رو نشان بدن. در مرحله دوم باید ریفورماتینگ انجام میشد به خاطر اینکه سیگنالی که دتکتور دریافت میکرد به نهایت سیگنالی که تولید میکرد یه سیگنال آنالوگ بود، این سیگنال آنالوگ نمیتونه توسط کامپیوتر پردازش بشه و نیاز بود که دیجیتایز بشه تا این دفعه کامپیوتر بتونه این سیگنال رو بهتر دیتکت بکنه و آنالیزش بکنه. وقتی که این آنالیز انجام میشد سینوگرام ما حاوی دیتاهای خام میشد که میگفتیم رو دیتا فایل یا سینوگرام که اون همون دیتاهای خامی است که داخل اون قرار داره و در نهایت قرار تبدیل بشه به ایمیج. در مرحله اول گفتیم که سینوگرامی که وجود اومده هر پیکسل در واقع انتگرال میو ایکس هستش و ما اینجا به ایکس نیاز نداریم، اینجا دقیقا به خود میو نیاز داریم. پس از طریق معادلات ریاضی میو رو از دل این معادله کشیدن بیرون و در ماتریس جدیدی که وجود اومد وزن هر کدوم از این پیکسل ها بر اساس میو بود. در مرحله بعد چون در واقع تفاوت بین این دوتا پیکسلی کنار هم قرار دارن بر اساس میو تفاوت بسیار اندکی داشتن، کامپیوتر قادر به پردازش اون نبود تا بتونه یه گری اسکیلی رو بهشون بده، یه تفاوت رنگی رو بهشون بده و بتونیم مشاهده بکنیم. پس یه مگنیفای و یک بزرگنمایی در این تفاوت اعداد ایجاد شد. میوها رو تبدیل کردن به سی تی نامبر، پس اعداد بزرگتر شد. الان هم کامپیوتر بهتر میتونه پردازش بکنه و هم چشم ما بهتر میتونه این تفاوت‌های اندک رو مشاهده بکنه. تا اینجا ما اومدیم مراحل پروسس به مراحل پردازش رو دیتا و تبدیل اون به ایمیج رو براتون توضیح دادیم. انشالله که براتون مثمر ثمر واقع بشه.